Eine Umfrage zum Freizeitverhalten von Jugendlichen wird zurzeit in Hoyerswerda durchgeführt. Also, موضوعی که خیلی گفته بودن که ویدیوشو بسازم، تفریحات مردم در آلمان چیاست؟ Welche Hobbys hast du? و برای این ویدیو من برای خودم تیرامیسو و چایی هم ریختم که منم تفریح داشته باشم. تیرامیسو ببین، اکثرشو خوردم و دیگه دلم درد گرفت، انقدر زیاد بود. Ich gucke gerne YouTube Videos. خب من یه راهشی بود که بیام بشنم اینجا و همینجوری از مثلا تجربیات خودم بگم، چیزایی که دیدم و شنیدم توی این مدت، ولی احساس کردم اگه بخوام اینطوری براتون این ویدیو رو پیش ببرم، خیلی ممکنه زاویه دید محدودی بهتون بدم و خیلی هم سوگیری داشته باشه. برای همین خیلی اینجا مهم بود که من برم سراغ آمار. مثلا در مورد همین پارتی و مهمونی و غیره نگاه کنید، این خط زرد خط مربوط به دیسکو و کلاب، خب این عددی که بالاش نشه درصده، 48% افراد بالای 14 سال تو نظر سنجی گزارشی است که سال 2023 منتشر شد، گفتن که هرگز دیسکو کلاب نمیرن و 32% گفتن که به ندرت. فقط مثلا 6% هستن که گفتن که چندین بار در ماه و 2% گفتن که چندین بار در هفته میرن. خب میبینید که یعنی بیشتر جامعه اون طبق چیزی که این آمار داره نشون میده اونقدری کلاب و دیسکو نمیرن، به طور کلی نصفشون تقریبا اصلا نمیرن. و در حالی که مثلا من همینجوری که میخواستم از تجربه‌ام بگم، میگفتم که خیلی نه اینا خیلی میرن، مثلا چون به هر حال آدم چیزایی که به چشم میاد، ولی خب شما مثلا نمیبینید طرف حالا تو خونه خودش مثلا داره گریل میکنه، ممکنه اون خیلی رایج تر باشه نسبت به مثلا کلاب رفتن، ولی اون چون به چشم نمیاد آدم متوجه نمیشه. از طرف دیگه مثلا رستوران ها ناکنه، خط آبی رستوران نشون میده، فقط 8% گفتن که هرگز رستوران نمیرن. مثلا 22% گفتن که چندین بار در ماه میرن رستوران، 26% گفتن که حدود یه بار در ماه میرن رستوران. در مورد سن هم بهتون بگم، کلا اینجا تا زیر 16 سال اجازه ندارن که الکل بخورن. به 16 سال که میرسن اجازه پیدا میکنن که الکل بخورن و میتونن برن بار، میتونن برن پارتی، به جز پارتی هایی که شبانه است، به جز پارتی شبانه و همینطور کازینوها. اینجا اونا دیگه برای بالاتر از 18 ساله ها میشه، به خاطر اینکه میگن مثلا یه سری آسیب ها ممکنه داشته باشه و اینا. کسی که زیر 18 سال باشه نمیتونه مثلا 12 شب به بعد مثلا توی پارتی باشه. اونجا همه دیگه مثلا تو پارتی ها چک میکنن آیدی کارتت که بالای 18 سال باشه، ولی مثلا یه یوشن 16 ساله میتونه بره مثلا یه بار مثلا 8 شب مثلا الکل بخوره یا مثلا واین بخوره، این اوکیه. Ich lese gern, fahr Fahrrad, treffe mich mit Freunden, am liebsten draußen. برای اینکه راجع به تفریحات آلمانیا بخوام صحبت کنیم، اول باید در مورد مقوله اوقات فراغت صحبت کنیم، چون که تفریحات خب عمدتا تو اوقات فراغت به اتفاق میافته دیگه. من مثلا منظورم تفریحی که چه میدونم طرف مثلا سر کار مثلا تفریح داره نیست که. خب پس نگاه کنیم اول ببینیم آلمانیا چقدر اوقات فراغت داره. آماری که وجود داره، فرایزایت مانیتور در واقع یک حالا نمیدونم مؤسسه است یا کلا جایی هست که اینا میان پایش میکنن اوقات فراغت آلمانی ها رو، اینکه اینا چیکار میکنن تو اوقات فراغتشون و اینا. یکی از آمارهایی که منتشر کردن در 2023 همین اواخر هست سپتامبر منتشر شده، این نشون میده که شهروندان آلمانی به طور متوسط 3 ساعت و 55 دقیقه در هر روز کاریشون اوقات فراغت دارن، که وقت زیادیه، نزدیک 4 ساعت هر روز اینا اوقات فراغت دارن در روز کاری، تازه نه آخر هفته، یعنی احتمالا بیشتر از اینه دیگه. آخر هفته رو اینا کلا چیز حساب میکنن، اوقات فراغت رو حساب میکنن، مخصوصا یک شنبه ها که کاملا تعطیله. حالا شنبه ها خب خیلی ها سر کار میرن. بعد نگاه کنید میانگین جامعه در 2020 بوده 4 ساعت 20 دقیقه، الان 2023 یه خورده کمتر شده. و تو گروه های مختلف نگاه کنید، مثلا الترن یعنی والد مامان باباها، اینا 3 ساعت از همه کمتر اوقات فراغتشون، بخاطر اینکه بچه وقت گیره، بعد باید کار کنی برای بچه. ولی کسایی که بازنشستن از همه بیشتر اوقات فراغت دارن، چون دیگه زوراشون زدن. بعد مثلا یونگر واکسن یعنی مثلا جوانای بالغ، مثلا کسی که مثلا 20 سالشه 4 ساعت و 20 دقیقه مجردها و غیره. بعد اگر اینجا دوباره نگاه کنید، مرد و زن مقایسه کرده، مردا یه مقدار اوقات فراغتشون بیشتر از زنها، نمیدونم چرا. و کسایی که درآمدشون پایین‌تره اوقات فراغت بیشتری دارن نسبت به کسایی که درآمدشون بالاتر بوده. خیلی جالبه، 1 ساعت تقریبا اوقات فراغت این افراد کم درآمد بیشتره، به خاطر میشه فکر کرد دیگه کسی که پردرآمدتره احتمالاً داره بیشتر هم کار میکنه، حالا برخلاف تصور. جالبه این موضوع، خیلی برای من جالب بود. این کسایی که دارن شهر زندگی میکنن اوقات فراغتشون باز یه کوچولو بیشتر از کسایی که دارن توی اطراف شهر زندگی میکنن، توی مثلا مناطق مثلا حالا روستا نمیشه گفت، نمیدونم تو آلمان لغت تخصصش چی باید تو به فارسی بگم، ولی
مثلا فرانکفورت نیست طرف، اطراف شهر دیگه. خب این اولین آمار بود که خیلی به نظر من جالب بود، نشون میده که خب آلمانی‌ها وقت خوبی دارن واسه اوقات فراغت داشتن، تقریبا 4 ساعت در روز وقت دارن. حالا این اوقات فراغتشون رو چجوری استفاده میکنن؟ ببین آمارایی که بهتون میگم توش تفریح به صورت مشخص مثلا نمیاد، میگه خب این تفریح حالا این نیست، این دیگه قضاوت خود ماست. یعنی اینا مثلا گفتن چه میدونم مثلا کتاب میخونیم، خب حالا کتاب خوندن تفریح یا نه دیگه اون یه چیز شخصیه، این چیز روانشناختیه که بگیم حالا این تفریح حساب بشه یا نه. دیگه من به این میپردازم تو آمارا که اینا تو اوقات فراغتشون چیکارا میکنن بیشتر. اولین گروهی که سراغشون میریم بچه‌ها هستن. ببین چون رده‌های سنی مختلف به شکل‌های مختلفی از وقتشون استفاده میکنن دیگه، برای همین نمیشه خیلی کلی گفت. شاید حالا مثلا علاقه شما بیشتر این باشه که بدونید مثلا جوونا یا میانسالا مثلا چجوریه، جوونا مخصوصا چون بیشتر مخاطبایی که الان ویدیو میبینن احتمالاً مثلا یا جوون هستید یا مثلا میانسال هستید. برای همین من رده‌های سنی مختلفو میگم بر اساس آمارهایی که درآوردم، سعی کردم جدیدترین آمارا رو درآورم و جامع‌ترین آمارها رو در بیارم، با این حال راجع به همه چیز آمار نبود دیگه. اولیش اوقات فراغت بچه‌ها هستش. بچه که میگم یعنی 6 تا 13 سال. آماری که وجود داره مربوط به سال 2022 هستش. خب بیشترین کاری که این بچه‌ها میکنن اینه که فرند تلفن، یعنی دوستاشون رو مثلا ببینن و اینا، با دوستاشون وقت میگذرونن. قرمز نوشته که یک یا چند بار در هفته، نارنجی یعنی تقریبا هر روز، هر روز یا تقریبا هر روز. اگه آمار بدونید میدونید که جمع این دو تا نارنجی و قرمز لازم نیست صد بشه به لحاظ آماری. خب دوستاشون رو میبینن، فرنزی تلویزیون دیدن، مشقاشون رو نوشتن و درس خوندن، مثلا خب می‌بینیم مثلا کاری که تو اوقات فراغتشون انجام میدن ولی به حال تفریح حساب نمیشه دیگه. دقیقاً نشبیلن داخل خونه مثلا بازی کنن، دقیقاً نشبیلن مثلا بیرون از خونه بازی کنن، مثلا تقریبا بیرون خونه و داخل خونه بازی کردنشون شبیه همه، یه کوچولو بیشتر انگار تو خونه مثلا بازی می‌کنن. با خانواده وقت گذروندن، موزیک گوش دادن، مثلا از موبایلشون استفاده کردن، ورزش دیگه، خلاصه میاد پایین مثلا تا چه می‌دونم مثلا سینما رفتن دیگه، مثلا خیلی همه مثلا این پایین هست مثلا. این میشه در مورد بچه‌ها که اگه دوست داشتید مثلا میتونید ویدیو رو پاس کنید، این آماری که هست رو دقیق تر با جزئیات بیشتر نگاه کنید، خودتون بخونید. خب بعد میرسیم به قشر بزرگتر که جالبتر شاید باشه واسه اتون، اینه که بزرگترها چیکار میکنن. بزرگترها یعنی دیگه بالای 14 سال. اینجا مخلوط اومدن آمار گرفتن، یعنی مثلا اینجوری نیست که حالا مثلا تو آماری که من پیدا کردم نتونستم چیزی پیدا کنم که فقط مثلا جوونای آلمانی اومده باشه بررسی کنه، کلی تر هست دیگه. تو آمارشون مثلا یه آدم 20 ساله هست، مثلا یه آدم 40 ساله هستش. همین فرایسایت مانیتور که بهتون گفتم، اینا اومدن کلا این موضوع بررسی کردن، فعالیت‌های اوقات فراغت رو یه لیست بلند بالا دادن، پرسیدن این کارو اون کارو فلان. مثلا از هر 100 نفری که پرسیدیم 36 تاشون گفتن که چی؟ گفتن که مثلا حداقل یک بار در هفته ما کتاب می‌خونیم. 71 کیشون گفتن که حداقل یه بار در سال مثلا کتاب می‌خونیم. 55 تاشون هم گفتن مثلا حداقل یه بار در ماه. پس این رنگا معنیش اینه. عددی که مثلا چیزایی که نگاه کنیم مثلا چش منو گرفت برام جالب، مثلا چن اروتیک سکس مثلا 36% حداقل مثلا یه بار در هفته یه فعالیت اروتیک سکشوال میپردازن. این خیلی جالبه، چیلن، یعنی هیچ کاری نکردن همینجوری چیل کردن، خیلی جذابه واسه آلمانیا به نظر میاد. توی مصاحبه ها من خیلی دیدم میگفتن که ما هیچ کاری دوست داریم مثلا هیچ کار نکنیم، چیل کنیم و اینا. کلا چیل کردن تو آلمان خیلی مقوله جذابیه. تلویزیون دیدن هم همینطور، مثلا من مثلا تلویزیون دیدن برای من جالب بود، چیزی بود که اگه از من میپرسیدی قبل از اینکه آمار رو ببینم واقعا نمیگفتم تلویزیون اینجوریام که کی تلویزیون میبینه، ولی تو آمارا میبینیم که نه تلویزیون دیدن رایجه. تو مصاحبه ها میبینیم خیلی راجع به تلویزیون دیدن حرف میزنن. مثلا اینترنت خیلی رایجه تو تمام آمارا، نشون میده که آدما اوقات فراغتشون خیلی از اینترنت استفاده میکنن، که خب طبیعی هم هستش، میدونیم دیگه. مثلا از کامپیوتر استفاده کردن، موزیک گوش دادن رو داریم اینجا. این یه آماره که باز اینم میتونید دقیق تر نگاه کنید، من لینکشو میذارم تو دیسکریپشن. آمار مقایسه ای اگر نگاه کنیم در آلمان نسبت به 10 سال گذشته، خب یه تغییراتی داشتیم در زمینه چیل کردن، خیلی جالبه. مثلا فاولنسن یعنی مثلا همین هیچ کاری نکردن و چیل کردن و اینا، در 2023 نسبت به 10 سال پیش 13% افزایش داشته، یعنی الان آدما بیشتر چیل میکنن. و مثلا چه میدونم قهوه خوردن 7% افزایش داشته. مثلا کارهای مثل کتاب خوندن یه مقدار تقریبا تفاوتی نکرده نسبت به 10 سال پیش، ولی مثلا آخریش نوشته این قوت لیگن، این اصطلاحش مثلا به این معنیه که آدم به خودش رسیدگی کنه، مثلا خود مراقبتی و اینا، این به طرز قابل توجه کمتر شده. مثلا اینکه بری تو وان بشینی مثلا واسه خودت یه ساعت
راحت مثلا ریلکس کنی. در مجموع آدم‌ها بیشتر چیل میکنن ولی انگار مثلا کمتر کارایی میکنن که به طور مشخص رسیدگی به خود باشه. تحلیلش به حال اینا ساده نیست، باید بدونیم مثلا دقیقاً مردم منظورشون چیه. تا جایی که من سرچ کردم اینجور مثالاش زده شده بود. بچه‌ها اینو ببینید چیه؟ این چیزه، وانیله، یک شاخه وانیل واقعیه. حالا نمیدونم باهاش چیکار میشه کرد، باید سرچ کنم تو اینترنت. از یکی از دوستان گرفتم و هنوز استفادهشو نمیدونم. و اگه تا اینجا ویدیو دوست داشتید لایک کنید. بریم ادامهش. دو چیز جالب دیگه، آمار جالب دیگه که دیدم اینه که زمانی که آلمانی‌ها با هم و برای هم میگذرونن نسبت به دهه قبل کمتر شده. این خیلی جالب بود. مثلا نوشته که همسایه‌تو بری مثلا ملاقات کنی و اینا کمتر شده، 11 درصد کمتر شده. بخاطر اینکه کلا مثلا در همسایگی به طور کلی شکلی که 10 سال پیش داشت نداره. و حالا همسایه‌تو می‌دیدی می‌رفتی مثلا حرف می‌زدی و اینا، این چیزا کمتر شده. با پارتنرت مثلا وقت بگذرونی یه مقدار درصدش کمتر شده. ولی مثلا اینکه با دوستات مثلا بیرون از خونه وقت بگذرونی یا بکنی مثلا تفاوتی نکرده نسبت به 20 سال پیش. یا مقداری که دعوت بشی یا دیگران رو دعوت کنی تفاوتی نکرده نسبت به 20 سال پیش. گفتم اشتباه گفتم 10 سال پیش. مقدارش هم نوشته حداقل یک بار در هفته. خب یعنی مثلا الان 12% گفتن که حداقل ما یک بار در هفته دعوت میکنیم یا دعوت میشیم و این نسبت به 10 سال قبل تفاوتی نداشته. گفتیم راجع به بیرون رفتن و اینا، خیلی بیرون رفتن مقاله جالبیه اینجا، چون کلا مردم در مجموع زیاد بیرون میرن. خیلی از فعالیت‌هایی که مردم میگن مثلا اوقات فراغتمون انجام میدیم شامل همین است. بیرون قدم بزنن، نمیدونم برن گریل کنن. تو همین مورد مثلا یه آمار جالبی هست که چیکارا مردم میکنن و چه تفاوتی کرده نسبت به 10 سال پیش. تاگس اوسفلوگ ماخن، سفر روزانه، نمیدونم مثلا چی میشه گوش تو فارسی، دیلی تریپ مثلا به انگلیسی میگن دیگه. یعنی مثلا شما نمیری یه جا مثلا شب بخوابی، مثلا الان من از فرانکفورت میری مثلا هایدلبرگ، 2 ساعت راهه، میری مثلا هایدلبرگ رو میبینی، مثلا واینخت مارک ممکنه باشه، مثلا مارکت های کریسمس، مثلا اونجا میری خوش میگذره، شب برمیگردی خونه، مثلا این میشه یه تاگس اوسفلوگ. و این خیلی افزایش داشته نسبت به 10 سال پیش توی آلمان و 41% گفتن که حداقل یه بار در ماه مثلا همین چیزی دارن. خب درصد زیادی، یعنی از هر 2 نفر تقریبا یه نفر حداقل یه بار در ماه همین کاری میکنه. اگه از منم بپرسی من خودم میگم حداقل یه بار در ماه آره مثلا میکشم برم این ور اون. رستوران رفتن افزایش داشته 55%. فلو مارکت مثلا این مارکت هایی که آدما میان جینگل پینگلاشون میذارن میفروشن و اینا، مثلا جالبه که این اینقدر رایج اینجا. همینجوری که من دارم این آمارا رو میگم شما قاعدتا داره کم کم یه ایده هایی یه حسی میگیرید که اینجا مثلا تفریحات چیه، مردم چجوری وقتشون رو میگذرونن و اینها. چیزی که تا اینجا بهش رسیدیم اینه که اون کلیشه این که آدم همش دارن پارتی میکنن و اینا خیلی انگار عمومیت نداره حداقل. بله مثلا گروه هایی هستن، افرادی هستن، خورده فرهنگ هایی هست که اینا مثلا خیلی زیادتر پارتی میکنن، ممکنه طرف هر شب مثلا، ولی اینجوری نیست که عمومیت داشته باشه این قضیه. خیلی فعالیت متنوع تری هست که ممکنه قبلتر بهش خیلی فکر نکرده باشیم که اینه مثلا تفریح رایج اینجا، رایج به معنی آماریش. خب من بعد رفتم یه سری سراغ مصاحبه ها نگاه کردم ببینم مردم تو این زمینات چی میگن، چه کارهای آلمانیا دوست دارن آخر هفته انجام بدن. یه جایی من خوندم نوشته به صورت رسمی، یعنی از جمعه 9 شب تا دوشنبه 5 صبح، چون که جمعه رو خب اینا مثلا کار میکنن، بعد البته میگم بعضیا شنبه هم کار میکنن، حالا بستگی داره دیگه، ولی آخر هفته رو معمولا به جمعه شب و شنبه یه شنبه میگن. برای حالا کسایی که شنبه هم کار میکنن بیشتر خب یه شنبه خیلی مهمه، یه شنبه دیگه روز آرامشه اینجا. حالا چیکار آدما دوستان بکنن؟ آدما میگن دوستان استراحت کنن، ریلکس کنن، چیل کنن، که توی آمار هم نگاه کردید دیدید که خیلی براشون این قضیه جدی بود. خوابیدن، کلا بخوابن واسه خودشون راحت، مثلا صبحونه بخورن مفصل با خانواده، با افراد خانواده، با مثلا فامیل و اینا اینجا رایجه. به نسبت با همدیگه مثلا گریل کرد، گریل کردن خیلی اینا دوستان گریلن بهش میگن، مثلا خیلی اینا حال میکنن برن مثلا سوسیس موسیس و فلان و نمیدونم اینا بگیرن گریل کنن، مخصوصا مثلا تو وقتی هوا خوبه تو فصل تابستون، بعد مثلا یه بیری بخورن، بعد مثلا تلویزیون ببینن، این کارا رایجه. وقتی باز هوا خوبه پیاده روی و طبیعت رفتن خیلی اینجا رایجه. و مثلا سفر رفتن به معنی که گفتم مخصوصا همین سفرهای یه روزه خیلی خوب، اینا بازم چیزی هست که آدم ها اینجا زیاد انجام میدن. باز مثلا کسایی که جوان تر هستن مثلا بیرون رفتن بینشون رایج تره نسبتا. یعنی اگه بخوای مثلا بگی جوان ها بیشتر چیکار میکنن، خب جوان ها بیشتر مثلا بیرون میرن، در مجموع وقتشون مثلا بیرون میگذرونن. بازم اونا مثلا کارهایی که بیرون میکنن یه بخش کوچیکیش مثلا این مهمونی و پارتیه، یه بخشش همینه که برن دوستاشون رو ببینن با هم دیگه، مثلا یه جایی بشینن، چه میدونم بیری بخورن، نمیدونم ورزش بکنن، دو شخص سواری کنن، تو چمنا بشینن مثلا. خیلی بخش زیادش از این جور مثلا فعالیت هست. ساز زدن خیلی مثلا اینجا
رایجه کلن، مخصوصا حالا بین جوانایی که مثلا اینو از تجربه شخصی میگم دور برم میشناسم، اکثرشون مثلا یه سازی میزنن، حالا نه خیلی سفت و سخت هر روز 8 ساعت نه، ولی اکثرا مثلا یه چند ساعت در ماه مثلا یه سازی میزنن. خیلی این هست. و ورزش اوف، اکثرا اینجا ورزشکارن و آمار هست مثلا تو این زمینه ورزش بتون نشون بدن. ببین مثلا نوشته که اشپاتزیرینگ، پیاده روی رفتن، پیاده روی کردن نسبت 10 سال پیش چقدر بیشتر شده؟ 17% بیشتر شده. و افراد گفتن که حداقل یه بار در هفته میرن پیاده روی، 56% حداقل یه بار در هفته میرن پیاده روی. پس اینکه میگن کلا ورزش رایجه بر اساس آمار هم معنی میده، یعنی حس شخصیم، تجربه شخصیم تقریبا درست بود نسبت به مدر وقتی به آمارم نگاه میکنید. باشگاه رفتن نگاه کنید خیلی هم رایج نیست، 20% افراد گفتن که حداقل یه بار در هفته میرن باشگاه، کم نیست البته، ولی مثلا نسبت به پیاده روی کردن یا کلن مثلا ورزش کردن خب خیلی کم تره. شنا کردن باز به نسبت مثلا رایج. دوچرخه سواری کردن و 30% هم گفتن تو خونه ورزش میکنن، که آماری از 2013 نداریم که حالا چه تغییری کرده. باز ورزش هایی که مثلا میکنن هم اینجا جالبه، متنوعه، مثلا شنا و دویدن و دوچرخه سواری، این سه تا سگانه ها خیلی چیزه اینجا کلا رایجه. کنارش رقص هم اینجا خیلی رایجه بچه ها، هم برای دخترها هم برای پسرها، پسرها هم اینجا کلاس رقص میرن. این یکی از چیزهای جالبی بود که من اومدم اینجا، تا قبلش که ایران بودم اصلا فکر نمیکردم که مثلا رقص ممکنه گزینه باشه. تا یکی از دوستای دختر اینجا آلمانی بهم گفتش که آره مثلا من میام کلاس رقص و اینا، میخوای مثلا تو هم بیای؟ بعد خیلی برای من جالب بود که آه مثلا فکرش نمی‌کردم که من مثلا میتونم کلاس رقص برم. تو قبلش اصلا به این موضوع اصلا فکر نکرده بودم که این یکی از گزینه‌ها میتونه باشه. حالا اصلا من نرفتم موقع، که البته بعداً امسال من رفتم یک کلاس رقص شرکت کردم اینجا، دو مدلش هم رفتم، خیلی خوشم نیومد از مدلشون و اینا، نه ادامه ندادم دیگه. ولی در مجموع میخوام بگم که رقص خیلی رایجه. حتی از سواری تو بعضی از مخصوصا جاهایی که مثلا یه مقدار لند هست، چی میگن، هاش دور از شهر هستش، از سواری هم رایجه. بعضی خانواده‌ها که حتی دارن، یعنی اینجا خانواده هستن که خب مثلا حیوانات خانگی دارن و اینا، ممکنه مثلا اسب داشته باشن، ولی کلا هم از سواری کردن اینجا چیز خیلی مثلا عجیبی نیستش. مثلا خیلی ها حداقل یه بازه دو زندگیشون مثلا تجربهش رو داشتن. باشه، این تفریحات بود در آلمان. اصلا نمیدونم مثلا نظر شما چجوریه الان، مثلا فکرتون چه تغییری کرد از چیزی که گفتم. این خیلی من دوست دارم بدونم که مثلا ویدیوهایی که میدم چه تازه چی چیز مثلا تازه براتون داشتم، مثلا چه تغییری توی چیزی که مثلا قبلش فکر می‌کردید و الان فکر می‌کنید ایجاد کرد. حتی مثلا اگه هیچی اضافه نکردم دوستان بدونم، مثلا نه همه اینا رو می‌دونستید مثلا، یا اگه مثلا ولی یه چیزی مثلا جدید بود براتون خیلی دوستان رو بدونم بهم بگید، و بهم بگید که مثلا چه چیزای دیگه دوست دارید بدونید، حالا چه در مورد آلمان باشه چه نباشه. بهم بگید اگه مثلا موضوعی هست که خیلی دوست دارید در موردش بیشتر بدونید، اگه بشه راجعش ویدیو می‌سازم. مرسی تا ویدیو دیگه، خدافظ.